سلام و درودی صبحگاهی خدمت شما همه عزیزان. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز هم یکی از روزهای خداست که تونستیم آفتاب رو ببینیم و نفس بکشیم، پس خیلی شاکریم. دوستان خوبم، امروز هم یه روز خوب رو من شروع کردم به امید خدا و میخوام که یه ولاگ بگیرم براتون. ولاگ امروز من میخوام که برم منیریه یکی از محله های قدیم تهرانه که انتهای خیابون پهلوی میشه، که آره دیگه میدون ولیعصر و اینا رو میگذرنی، خیابون بزرگ پهلویه که انتهاش میشه منیریه مرکز کالاهای ورزشی، لباس ورزشی، کتونی و اینا، و همچنین براتون بگم کالاهای پزشکی. و من الان مد نظرم چه کالای پزشکی، برم کالای پزشکی و اونجا برای آقا حداد میخوام که بالشت طبی بخرم. شما عزیزان گفته بودین که پیشنهاد بالشت طبی رو داده بودین، دکترش هم گفت بالشت طبی خیلی خوبه بگیرین. بعد بالشت طبی توی کالاهای پزشکی مثلا محلهای مختلف و خیابونا چون زیاد استفاده نداره، به خاطر همینم پیدا نمی‌کنیم اونی که دلمون میخواد. بعد گفتم پس یه کاری بکنیم، بریم مرکزش ببینیم مرکزش کالای پزشکی چی داره. بعد عکسش هم دوستان برام فرستاده بودن که خاله از این مدلش بگیر، حالا برم ببینم پیدا میکنم یا نه. بعد یه دستگاهی هم بود، دستگاهی که حالت سیم داره، بعد سیما چیز میکنن، این روسری منم فقط برای قشنگی ها آره سیما اینطوری میزنن توی بدن قسمت های مختلف و حالت برق میده، درجه داره. حالا بریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم که دکتر آقا حداد گفتش که برای گردنش استفاده کنه، خوبه. حالا اگر پیدا کردم که میگیرم به شما نشون میدم. بعد از منیریم اگه بخواد خدا ببینم که کجاها میتونم برم، کجاها رو میتونم براتون بگیرم. مطمئنن که کاری میکنم که دوست داشته باشین این ولاگ رو پس همراه من باشین، به امید خدا بریم ببینیم به کجا میرسیم. در زمینم بگم که دیشب ساعت 2-3 بود من خوابیدم، امروزم جمعه است، صبح ساعت 7 بلند شدم فقط به عشق این که بتونم یه هوای خوب تجربه کنم چون خیلی گرمه و البته یه باد خنک کوچیکی پردیس میزنه اما مرکز شهر گرمه. اینجا خیابون دماوند تهران. بعد اینجا رو گرفتم براتون که ببینید که چقدر صبح خلوته و هنوز کسی نیومده بیرون. درست جمعه است ولی خب جمعه مثل مغازه ها باز میشه دیگه، مردم تردد دارن واسه دید و بازدیداشون و مهمونی رفتناشون و اینا، ولی هنوز همه خوابن و من آقا حداد زدیم بیرون. خب رسیدیم به میدون منیریه، حالا باید بریم ببینیم که مغازه‌ای که میخوایم پیدا کنیم. کبوترها رو حتی نگاه اینجا همیشه براشون گندم میریزن وسط، آخه این روی سقف مترو فکر کنم. آره آخ روی زمینو یه دقیقه بایست من این رو بگیرم. وای خدا چقدر خوشگلن. الان دارم میترسی بره نزدیک که همشون بپرن، ولی نمیپرن. نگاه ولی قشنگ نیست، وضعیت میشه. آره دونه وسط خیابون هم جا میکنه. ای قربونتون برم من، نونو چقدر شما خوشگلی. آخه خب اینم از میدون منیریه. دوستانی که از اینجا خاطره دارن و اهل اینجا هستن الان میدونن که این میدونم چیزشه، چی میگن، تابلوشه. یه اسب اون وسط چیه؟ آره. خب این میدونه منیریه مستقیم میره میخوره به میدونه ولیعصر رو میره بالا، چهارراه ولیعصر رو اینا تجریشو درمند. آره میره تا میدونه ونک و مستقیم خیام پهلویه دیگه، این ابتدای خیابون پهلویه. اینجا زده چلو کبابی منیریه. آخه خیلی محلهای قدیمی تهران حس خوبی به آدم میدن. حتی اگه بچه اینجام نباشی که نبودم، ساختمونهای قدیمیشون اینا خیلی حس خوبی میده. نه خوب کردی، خوب کردی. آره اینم ایستگاه اتوبوسشه و الان بگردیم مغازه رو پیدا کنیم. بیشتر خیابونا بسته است، مغازه ها بسته، میگم خیابونا، نه همه کالای پزشکیه، تک و توک بازن. بریم ببینیم داره نه همونی که گرفتی رو بپرس اینجا چند قیمته. دستگاه فشار خون این دیجیتالی هست دیگه. آخه یه زمان واسه مامانم اومدم اینجا، سال که میخواستیم بریم شمال، براش کاکر گرفتم، ویلچر گرفتم، همرم وقتی که مامانی بود کرد دادم به مریضایی که اطرافمون بودن، آشناها. بعد چیز گرفتم، دوشک مواج گرفتم. الهه که هیچ خونه ای مریض نداشته باشه. یه توضیح هم بدید. این دستگاه رو ایشون میگن که گارانتی هم داره. آقارش زحمت میاد. دو تا میتونست بعد سرمیتون بزنید به اینا چسب شد. نه آره عمر بیشتری داشته باشه، بقیهش زحمت کنید. چه آدمیزاد زود مریض میشه و درمانده میشه. من چند سال پیش واسه مادرم اومدم اینجا واکر و ویلچر و اینا گرفتم. خدا رحمت کنم رفتگانت. ایشون فوت شدن، بعد منم همه رو بخشیدم به اونایی که مریض بودن. دوشک مواج. بعد الان خودمون جای پدر مادرمون شدیم. اون میاد هر چی که داده دونه دونه میگیره. آخ خدا رحمت کنه همه رفتگان. مادرم هم اینو میگفت. مادر خدا هر چی که داده دونه دونه از آن میگیره. حالا خودمون شدیم جاش. اینه دوشکای مواج بود، گرفتم که مامان زخم بستر نشه. بعد ویلچر گرفتم، دو نوع ویلچر گرفتم، یکی مقصد همون بردم بود که میخوابوندمش تو همون بشورمش. این ویلچرها چند قیمت هم؟ 400 شروع میشه به مشکلی نده اصلاها رو. آخه سلام هر دو تا قدش چی آخه زنوانات الله اصلشان 560 هست بالا تا به باری به 600 خوده آقا رو نگرم. آخه بستگی داره چیه؟ داره کی میخواد؟ تایمتو اینجا انتخاب نه داره یه نه اونجا زنوان به این دوستیم هر ساعتی دوستش. حالا یا باید از این اوتو یکی از این حالتهای آمادش رو استفاده کنید، نوشته هتل دار، یا همون اینکه از این 4 تا مدش استفاده کنید. اینا با این تغییر میکنه، اینم با این تغییر میکنه. خب پس مثلا شماله پشت ها نوشته اینا رو آماده براتون گذاشته. مثلا این شناخت بعد میخوای استارتش کنی، میتونی یه دونه این ریپیتر رو استفاده کنی یا نوع موجت رو سافت بذاری. حالا اگه اینو به شرف کنی از شروع میکنه به آره شروع شد. رو این معمولا مستقیم کار میکنه، رو این زبدری کار میکنه. همون مخصوصا در حالتهایی که الان شک میده الان ضعیفه این دو شده 8 داره، این خیلی قویه. میتونی مدت هم مثلا اینجوری عوض این الان نوع شکش حس میکنه این عوض تقیمت بود 4 دانیه الان شده 5 دان خدا وکی همین الان نوعی که 4 میلیون گفتیم کره اصل کره است. ما اقسام بالشت هاست که پتیر و برای گردن درزی هست 1,800,000 1,700,000 چسبه های نهتان پوستتون اول اصلاح میکنیم اینا رو میذاری تو این همه چیزی درگشون 33 لوله‌شو اینه الان لوله‌ش پیدا نمیشه. آره خیلی خوب آدم وسیله میگیره یدکش هم بگیره. همشون موضوع کارش چه عاقلانه. خیلی عاقلانه است، تجربه‌ایه. تمامش آلومینیوم بالا پایین کردن دمش پیدا نمیشه. اصلا نیست، یعنی هست و به این نمیخوره. به این نمیخوره. آره. خیلی خوبه. دست شما هم درد. این کمک بزرگی شد که ما دیگه این راه نیاییم، بعد اختلاف حسابش هم حتما در خدمت. این باکرا چند قیمته که چرخ داره؟ باکرا چند قیمته چرخ داره؟ از 950 درهم تا 2 میلیون. تا 2 میلیون. چینی‌ها 2 میلیونه، ایرانی‌ها 950. آها. چی فرمودی؟ من موقع برای مامانی گرفتم 130 تومن. همین جنس خوبشو که الان میگه 2 میلیون. برای مامانم گرفتم 130 تومن که هم جا به جا میشد، بالا کوتاه بلند میشد، باز میشه، چرخ داره. آره الان شده 2 میلیون. 130 تومن کجا 2 میلیون؟ خدایا به همه مریضا کمک کن. یه 500 آقارش یک 304 تومن میدون چی گاله نه خدا الان نگاه کردیم نه این مارکت فومیش لایه فایبرگلاس صفر. دست شما درد شله، برای شما سلامتی باشه. این چیزه دست به بادکش چقدر خوب. آها من کشیدم. آره کشیدی. کوچیک‌تر باشه جا می‌افته دیگه، چیز نمیخواد، فندک نمیخواد. چقدر خوب با لیواناش. 4.5 لیوانا. بله ایران شما. این شد دستگاه بادکش چجوریه؟ آها جاهای مختلفش رو که برای بادکش بعد سایزهای مختلف هم هست. یکیشو در بیار ببینم مثلا برای خب عددم که متخصص بادکش کردن این هم دست پیش. از برای کلیه کبد اینا هم استفاده هست. هرچی کوچیک‌تر میره مثلا این مال پیش شدی اینم چه جاله پشت گوش این هم چیزشه پمپش. مرسی. این هم بسیش چند؟ 180. ما اینجا خریده خوبی کردیم، بعد همه هم نشونتون دادم آقای فوق‌العاده خوش‌برخورد و مانیرا. اینجا هم چهارا ولیعصره. اون ساختمون سفیدرم که میبینید من اینجا مؤسسه ملی زبان بود. خیلی از دوستان خاطره دارم با مؤسسه ملی زبان. اینجا میمدیم کلاس زبان با دوستم پری میومدیم، بعد دوره دبیرستانمون بود. اینورم که تاج شهر بکنم. آره تاج شهر بریم. آخ دانش. وای وای خاطره داری؟ میخوای دور بزنم بریم؟ آره دور بزن من نشون بدم. آره میومدیم اینجا کلاس زبان، بعد از راه دور با اتوبوس میومدیم، بعد تابستونا هم بیشتر میومدیم. آخه نمیدونم دیگه الان هست اینجا یا نه کلاس ها، بکنم دیگه رفته جای دیگه چون خیلی ساختمان قدیمی. بعد حتی چون عاشق کتابم بودم، خیلی کتاب دوست داشتم، از اینجا به بعدم دیگه میشد کتاب فروشی ها و اینجا هم که خیابون فلسطینه که همون فکر کنم خیابون کاخ باشه. آره خیابون کاخه. بعد از اون موقع علاقه به پارچه هم داشتم، میومدیم میرفتیم خیابون زرتشت برای پارچه. اینجا خیابون کاخه. بعد از اینجا میرفتم برای انتشاراتی ها و کتاب و هم کتاب انگلیسی میخریدم، هم داستانه انگلیسی، هم چیز داستانه خودمونو، کتابایی که دوست داشتم میخریدم. یعنی تفریم این بود که بعد از کلاس زبان یه سر به کتاب فروشی ها بزن. آخه اینم تاعت شهر. الان مترو خورده، موقع مترو نبود، ما با اتوبوس میمدیم. یادش بخیر. آخه من اینجا اینقدر تئاترای آقای بهرام بیضایی رو خیلی دوست داشتم، می اومدم. بعد تئاترای خیابونی رو هم می گرفتن اینجا، دانشجوها می اومدن. تئاتر خیابونی بود که الان خیلیشون از هنرمندای معروفمون هستن، مثل آقای جواد عزتی. بعد از چیز که می اومدیم کلاس زبانم که تموم می شد، حتما مدین پارک کافه چیز داشت، کافی شاپ داشت، می اومدیم اینجا، هم قهوه می خوردیم، هم با دوستامون صحبت می کردیم. خیلی خوب بود. بعد یه دونم ساندویجی آندره بود تو خیابون ولیعصر، میرفتیم اونجا ساندویج می خوردیم. من یادم محمد و نرگس هم کوچولو بودن، یه روز با اتوبوس آوردمشون اینجا که این ساندویجا بهشون بدم. اینجا هم چیز بود، پیتزا پارک. آخه زیر هتل چقدر با دوستامون اینجا خاطره داریم. عکساشون هم دارم، حتی تمام دوستایی که با هم کلاس می‌رفتیم. اینجا دبیرستان الورز هم نزدیکه که دوستانی که دبیرستان الورز درس خوندن مطمئنا خیلی از عزیزانی که تو کانال هستن دبیرستان الورز هم درس خوندن که همین نزدیکی از زیر پل. این هم یکی از انتشاراتی هایی که من خیلی علاقه داشتم بهش، کلی وسیله توش بود. وای خدا کاش میشد بریم توش فیلم برداریم. متاسفانه اصلا غیر از این که بازم باشه نمیذارن برای فیلم برداری. آره اینجا پل حافظه که خیابون انقلاب و تقاطع حافظ اینجاست، بعدش هم میشه خیابون طالقانی. اینجا من میمدم پیاده، میمدم اینجا مجتمع چیز محصولات فرهنگی و انتشارات و کتاب. حتی ساعت ها من توی این قفسه ها گم می شدم، خیلی دوست داشتم. خیلی تو مسیرمونم اومدیم تا بازار گل تهران. من چند تا گلدون میخواستم، با قدر بودم بریم چون جمعه ها اینجا بازه، یه سر بزنیم اگر بود اون گلدونی که میخوام بگیرم، بازار گلم برای شما بگیرم. اومدیم بازار گل شهید محلاتی، گفتم از اینجا براتون فیلم بگیرم، دلم برای سبز گلای شمال تنگ شده. تجدید قوا میشه. و همه گلا داره، منتها یه سری گلایی که شمال نیست رو من نمیتونم اینجا تهیه کنم چون هوا با هم نمیخونه، یعنی اینه بره شمال خراب میشه، یا شمال بیاد اینجا خراب میشه. ولی چقدر خوشگلن، خیلی زیبا. این خود این بیلچه کوچولو رو بگیرم یه دونه. رفته یادم نرفته. هم وقت هم گلدونا رو داره، هم میخوام گلدون بیشتر خود گلدون مد نظرمه بگیرم برای ترویز گلام، بیشتر گلدون میخوام. برم ببینم چی پیدا میکنم. اینا رو خیلی دوست دارم، این لب طلایی ها رو خیلی دوست دارم. ببینم چند قیمت هستم. جالبه. خیلی خوشگله. قیمتش هم باید بپرسم. همه چی داره. از این هم خیلی مد شده جدیدن. چقدر این بازار گل بزرگ شده. زمانی که من اینجا بودم یه خیابون بود. شما اومدی؟ داشتم گلدونه رو نگاه میکرد، پر از گلدونه. آها چه خوب. بریم ببینیم. بریم. به هوای گرم لیمونات میچسبه. اوه این لیمونات ها توی یخ درمیاد. مرسی. مغزی داری؟ دستگاه ندارم. بفرمایید. نوشه جان. توی هوای گرم های میچسبه. منطقهش وسیعه. آخه چه تاج گلی. اینجا همه آب هم میاری خونه خراب شده. همینطوری خیابون پر. آه چه جالب. آقا تاج گل مصنوعی رو آدم بعدا میخواد چیکارش کنه؟ اون تاج گل. وای اینجا رو همه اقسام تزیینات برای روی چیز. حتی من این بیلچه ها میخوام. کوچولو آره. صورتیشو برده برم. خیلی باله. آره از این پمپی ها برام بگیه. کوچیکترشو نداره هم پمپی. خیلی بزرگه نی؟ خب بگی. آها نه اگه میخواه ببرید این مشمع شده ها رو ببرید. آها خب یه دونه از اونا بردار. این بیسا و سنگ‌های رنگی برای پای گلدون. 4 تا در توی لیتر آب جای آبیاری 3 دوره. یه بار دیگه میگین 4 تا در توی لیتر آب جای آبیاری 3 دوره. یعنی چی؟ یه هفته آب خالی میدی، یه هفته جای آب اینو برش میدی، اینو میدی 3 دوره شد دیگه نمیبینیشون. آخه دستتون درد نکنه. اینم برای گلدونه هانی گرفتم. خاکش حشره زده. هشه هزار پا که هرچی باشه میزنه. دست شما درد نکنه. نه پم داد نزن. آگه پم بشه بزن دست دار خالی کن بزن. یاد گرفتی من یاد بدی. هرچی چاقشه یکش برای هانی یک برای خودم. نه ریش زایی میکنه و پر از پاجوش. پاجگلهی سفید. آخه اینه من سنگوی رنگی که میرزن پای گلدوناشون. قربونت برم پیشی نونو. چقدر تو خوشگلی. تو سایه خوابیده عزیزم. معلومه خیلی سر حالی ها. دوم تکون میدی جیگر طلا. چقدر تو نازی نونو. نونو لوس میکنه. آره قشنگ معلومه دستیه. قربونت برم. اینجا تازه مرکز اصلی بازار گل محلاتیه. از این حصیریه که من عاشقشم، انواع اقسام چوبیا. نه جای آینه و اینا میذارن تزیینی خیلی قشنگ. پرا بعد گفتم بیا ببین چی پیدا کردم. از این تابلوهای خوشگل، وای خدا، بیا ببین چی پیدا کردم. اینجا مغازهای خیلی پربار، چیزهای خیلی قشنگ. طراحی شده بسیار گلو، اما اقسام شمع و اودا و جای فانتزی. از این گلدون گرفتم برای سانسوریا عوض کنم، مدلش رو دوست ندارم. بعد تو طلایی رو داشتم، پای فلزی هم داره. حتی پای فلزیش هم قشنگه. پای فلزیش رو هم بگیره نگاه. حالا پایه نمیخوام فعلا. آها چقدر گلدون، چه مدل. اینا جنساشون چیه آقا؟ نشکه پلیمر. از اونجا که بازار خیلی طولانی بود و قدرت گردنش درد میکرد و مثل قدیما اینجا هم جوان‌ها از این گاریا دارن، وسایل برات میبرن. این بچه چقدر مسیر رو داره برای ما، وسیله رو میاره. میگم چند میگیری؟ میگه 50 تومن. وای خدا، حتی تو من باز بهش انعامم میدم. خیلی کمه 50 تومن برای این همه راه. خب دیگه ما داریم بازار گل رو ترک میکنیم. دنیای گل بود، حیف که دیگه نه وقتشو داریم نه توانشو که ویدیو بگیریم. انشالله قسمت بعدیش یه وقت دیگه براتون ویدیو میگیرم. این بچه این همه راه اومد میگه 50 تومن. چقدر بهش میدی؟ یه 50 اضافه. نه یکی هم طرف من بده. بشه 150 تومن. خوشگل بچه این کارو میکنه. آخه دستش درد نکنه عزیزم. مرسی پسرم، مرسی. چقدر راه بچم آوردی نبا. خب دوستان رسیدیم به پایان ویدیومون. امیدوارم که از این ولاگ استفاده لازم رو برده باشین، همسرتون گرم شده باشه، هم اینکه مفید واقع شده باشه و خاطراتتون زنده شده باشه. و امیدوارم که خاطرات خوبی رو که از زندگی داشتین و از جوانی و اینا یادآوری شده باشه. ما ساعت 7 صبح رفتیم، الان 3 بعد از ظهر. از خستگی به زور خودم رو پا نگه داشتم. خیلی خسته شدیم. ممنون از همراهیتون و ممنون از نگاه مهربونتون. بسیار سپاسگزارم بابت کامنت ها و لایک هاتون. خیلی دوستتون دارم. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. یار و یاورتون باشه ایزد مندان. خدا نگهدار.